سلام جناب برهانی به برنامه ما خوش اومدید شما مدت هاست که در فضای مجازی در فضای دانشگاه و در مناظراتی که شرکت میکنید تلاش میکنید که نظام حکمرانی و آهاد جامعه رو تغییر بکنید به اینکه به قانون تن بدن وقتی که ما در شرایط تاریخی کشورمون رو بررسی میکنیم متوجه میشیم که قانون خواهی در ایران یک قدمت تقریبا 100 ساله داره تلاش که منتهی شد به قانون اساسی مشروطه متممش که به استبداد پهلوی منتهی شد و بعد در سال 58 که ما قانون اساسی رو داشتیم و الان بعد از چهار دهه به نقطه رسیدیم که باز حقوق دانان تلاش میکنن که نظام سیاسی و مردم رو تغییب کنن که با قانون تم بدن اشکال کار کجاست؟ چرا ما نمیتونیم به در واقع رعایت قانون تو کشور برسیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم من هم خدمت از اتعالی و, و عزیزانی که مهمانشون هستیم چه الان چه در آینده این عراض بندر میشم عرض سلام و ادب و احترام دارم همونطور که شما فرمودید ما با یک معمای مواجهیم به راستی میتوان گفت که معمای قانون یک معمای تاریخی داره تبدیل میشه برای ملت ایران یعنی هم از جنبه وجودیش و هم از جنبه التزامش و هم ابعادش ما با یک ابهامات جدی مواجهیم که اساسا چه چیزی قانون است چقدر ما باید بدان التزام داشته باشیم و موانع اصلی مسئله قانون در ایران چیست من میخوام در یک در دو تا دوگانه رو تصویر کنم خدمت شما و دوستان عزیز برای اینکه این موضوع برای ما روشن بشه ما یک دوگانه ای داریم به نام دوگانه اقتدار و آزادی میشه این رو به نحو دیگه هم گفت اراده مردم یا اراده فرد این یک دوگان است که شکل میگیره که اساسا اداره جامعه بایستی مبتنی بر اراده فرد باشه یا بایستی مبتنی باشه بر اراده عموم این یک دوگان است که ما باهاش درگیر بوده ایم به صورت تاریخی یعنی اونی که در جامعه قرار جریان پیدا کنه در قالب قانون چیست؟ خواست اکثریت مردم در قالب مصوبات مجلس توسط نمایندگان اکثریت جامعه مردم افرادی رو تعیین میکنن به عنوان نمایندگانشون اون نمایندگان در مجلس وکلاء ملت میشوند بعد وکلاء ملت اراده موکلین خودشون رو در قالب قانون تنظیم میکنند این یک دوگانه است که به نظر میرسه ما اینجا یه سری مسائل لاین حل داریم در مرحله دوم اگر چنانچه خواست عمومی در قالب نظر نمایندگان مجلس بیان شد آیا این نظر باید با فیلترهای خاصی مواجه بشود یا مواجه نشود و من نماینده مجلس که میخواهم در مجلس قانون تصویب کنم باید آزادانه اظهار نظر کنم و قانون ایجاد کنم یا اینکه در مجلس باید به چندین نهاد نگاه کنم دست و دل من بلرزه برای اینکه قانونی رو تصویب بکنم یا قانون رو تصویب نکنم که حالا اگر من قانون رو تصویب کردم بره با فیلترهای مختلف این جا به جا بشه اراده من یا نشه پس مردم به نمایندگان خودشون وکالت میدهند که بر اساس خاص مردم اقدام به تقنین کنه الان مشکلی که ما داریم اینه که اولا قانونگذاری در اختیار نمایندگان نیست نهادهای مختلفی داریم که دارن اقدام به تقنین میکنن ثانیا در برخی از موارد نمایندگان نمایندگان مردم نیستن نمایندگان اقلیتی از مردمن که اون نمایندگان اقلیتی از مردم خواست اقلیتی از مردم رو تبدیل به قانون میکنن در گام بعدی حالا که این نمایندگان اقلیت بر اساس خاص اقلیتی از مردم قانون ایجاد میکنن دوباره این میره مبتلا میشه به یک فیلتر دیگری که اون فیلتر دیگر میخواهد همین خواست نصف و نیمه نمایندگان رو فیلترین کنه یعنی بیاد بگه که یک بخشش رو قبول میکنم یک بخش رو قبول نمیکنم تمام این مواردی که تا الان عرض کردم راجع به اصل تقنینه در مرحله بعد این قانونی که معلوم نیست چه نسبتی با خاص عموم جامعه داره؟ قانونی که مشخص نیست رگوریشش به کجاست؟ نسبتش با خاص عمومی جامعه چیه؟ این میاد در مرحله عمل در مرحله عمل مواجه میشیم با این که همون قانون هم عملا مبتلا میشه به تبصره های نوشته و نانوشته به همین خاطر عملا الان وقتی که در ایران صحبت از قانون میکنین درک عمومی جامعه به دائیه داران قانون میخندن یا عملا میخندن یا حرمت طرف رو نگاه میکنن تو روش نمیخندن ولی تو دلشون میخندن که بحث قانون نیست چرا؟ بسیاری از کشورهای این مسئله رو با خودشون حل کردن یعنی این مسائل بنیادین رو در مورد قانون حل کردن بعد قانون تبدیل شد به ناموس جامعه قانونی که تبدیل شد به ناموس جامعه هم خصوصیات ذاتی داره روشنه، معقوله و خصوصیات مختلفی که در برای یک قانون گزاری خوب وجود داره و هم همه میدونن که این نه تبصره نوشته و نه تبصره نانوشته داره الان ما بحرانی که درش مواجه هستیم اینه که هم در مرحله نظر هم در مرحله عمل ما این موجودی به نام قانون رو چندان بهش التزام نداریم بخشیش مباحث نظریه بخشیش مباحث عملیه یعنی عملا گویا اکثریت به این نقطه رسیدن که قانون خیلی التزام به قانون برای ما مفهومی نداره فایده هم نداره این یک معزلیه در جامعه ما و نمیدونم باید به چه سمتی بریم ولی به نظر میرسه که اقلا در گام اول ما باید مباحث نظریش رو حل کنیم بعد بریم ببینیم که در عمل چه اتفاقی میفته آقای دکتر توی صحبتاتون به این دوگانه اقتدار و آزادی اشاره کردید ما وقتی به سنت حقوقی سیاسی غرب نگاه میکنیم میبینیم که حاکمیت قانون رو به تدریج شکل دادن در شرایطی که داشتن در واقع مقابله میکردن با جایی که رأی شخص قرار باشه از دلش این فرمان قرار باشه که به قانون تبدیل شه ما در قوانین خودم در قانون اساسی میدونیم که چیزی داریم به عنوان اینکه رأی فرد اجله بر قانون باشه در واقع بالاتر از قانون باشه من میخوام بدونم که تو ذات قانون اساسی ما با توجه به وجود همچین چیزی آیا امکان رسیدن به حاکمیت قانون از اساس برای ما وجود داره یا خیر ببینید همه تئوریهای های بزرگ چه تئوریهای های فلسفی چه تئوریهای های فقهی همه اینها درگیر میشن با چی درگیر میشن با تفاسیر این جنگ تفاسیره که یک تفسیر رو بر تفسیر دیگه غلبه میده الان ما در نظام فکری فقهی تقنینیمون یه موضوعی داریم به نام مثلا ولایت فقی ولایت فقی به عنوان یک تئوری میاد از لحاظ نظری درگیر میشه با تفاسیر مختلف همون طوری که مانند تمام تئوری های مختلف فلسفی صاحب یک تئوری بزرگ به صورت کامل ابعاد یک تئوری رو شاید در زمان حیات خودش نتونه روشن کنه آنگاه عملا بعد از صاحب تئوری این جنگ تفاسیره که تلاش میکنه تفسیری رو بر تفسیر دیگر غلبه بده اینن ما در بحث قانونگرایی بحث قانون اساسی و بحث ولایت فقی با همین مسئله مواجهیم در مورد ولایت فقی ما از بسته ترین و تفاسیر اقتدارگرایانه شدید در مورد ولایت فقی رو داریم تا تفاسیری که جنبه های دموکراتیک اون بسیار بیشتره به همین خاطر الان ما نباید این بحث رو مطرح کنیم به این شکل که خب الان ما یک قانون اساسی داریم یک ولایت فقیه داریم پس اساسا ما در قانون اساسی فرمان بر قانون قلب پیدا میکنه تا این سوال مطرح میشه باید پرسیده بشه که کدام تفسیر و نسبت آن تفسیر با قانون اساسی الان بس بس تفاسیره یعنی ممکن یک تفسیر تفسیر صد درصد اقتدار گرایانه باشه قانون اساسی رو فقط به عنوان یک روپوش تلقی کنه اراده مردم رو به عنوان اینکه یک سری صغار و محجورینن تلقی کنه در عین حال تفاسیر دیگری وجود داره که رأی و نظر مردم رو دارای حجیت میدونه و نظریه ولایت فقی و نظریه ولی فقی در امور استثنایی در موقعیت خاص جریان پیدا میکنه بله من قبول دارم اگر بگوییم که نسبت اگر سوال اینطور مطرح کنیم که خب الان نسبت بین فرمان یعنی فرمان ولی فقی و قانون اساسی چیه پاسخ من اینه که کدام تفسیر از ولایت فقی و نسبت اون باقان اساسی ما هم تفاسیر اقتدار گرایانه داریم که کاملا حکومت رو به سمت یک حکومت فردی سوق میده در این حال تفاسیر دموکراتیکی وجود داره که این تفاسیر دموکراتیک هیته رأی و خاص مردم رو در اکثر قریب به اتفاق موارد ساری و جاری میدونه من به نظر من ما باید مشخص کنیم که نسبت میان این تفاسیر مختلف چیه الان القاعده هر گروهی تلاش میکنن بگوین این تفسیر ما تفسیر درستریه و این تفسیره که باید ساری و جاری بشه مشکل تفسیرهای متفاوت کجاست چون که به هر حال ما طبق اصل چهار و شش قانون اساسی یک به نظر من یک تناقضی هم میبینیم اصلی که به رأی مردم و نظر مردم بیشتر ارجاع داره و حالا قانونی که اصلی که داره به شریعت اشاره میکنه سوال من شما این هستش که وقتی ما به این تفاسیر مراجعه می کنیم می بینیم در گذر چند دهه اخیر انگار تفاصیل به سمتی رفته که اقتدار دستگاه حاکم در برابر مردم بیشتر بشه میخوام اول تحلیل بفرمایید که دلیلش چیه به نظر شما به این سمت سوق پیدا کرد و این تناقض در قانون رو چه تحلیل در این چقدر مؤثر بوده؟ من در یک مقدار بخشی از سوال با شما همدلم یعنی اینکه بخشی از بخشی از نظرات اقتدارگرایانه که نگاه مثبتی به خاص و نظر مردم نداره در بخشی از جنبه ها قلبه پیدا کرده. این رو قبول میکنم. اینکه چرا این اتفاق افتاد؟ به نظر من به مرور کسانی که ذهنیت اقتدارگرایانه داشتند در مراکز اصلی و بنیادینی که میتونستن تفسیر خودشون رو ساری و جاری کنن به توفیقاتی رسیدن و عملا تونستن که تو اون بخش ها نظرات خودشون رو و اون نظریه که بهش باور داشتن رو قلب بدن این یک این دوگانه یک دوگانه تاریخی ها این دوگانه دوگانه مشروطه تا امروز ها شما وقتی که نظرات شیخ فضل الله نوری و با نظرات آخوند و ناینی مقایسه میکنید رضوان الله علیهم میبینیم که کاملا این دوگانه ساری و جاریه من خواست مردم مد نظرم باشه و تفاسیر مبتنی بر اون یا جنبه دیگری من به نظر من ام المسائل ما مجلسه ام المسائل ما مجلسه و ام المشاکل ما روی است که مورد قبول شورای نگهبان قرار گرفته یعنی عملا شورای نگهبان در دو مرحله به نظر من اراده مردم رو به شدت محدود میکنه قرار بر این بود که نمایندگان مردم وارد مجلس بشن و مردم حق انتخاب داشته باشن که نمایندگان اونها وارد مجلس بشه شورای نگهبان با تفسیر خاصی که از انتخابات و نظارت برای خودش ایجاد کرد عملا حق انتخاب مردم رو محدود کرد و به همین خاطر در بسیاری از موارد ما مواجه با اینیم که نم... کسانی که وارد مجلس میشن نمایندگان اکثریت جامعه نیستن دقدقه هاشون هم دقدقه های اکثریت جامعه نیست مسائلشون هم مسائل اکثریت جامعه نیست گویا یک کسانی در مجلس هستن که هیچ ادبیات مشترکی با من شهروند ندارن همین الان شما در تهران بپرسید که مثلا از مردم بپرسید که مثلا نمایندگان مجلس چه کسانی هستند حتی از میان نخبگان اجتماعی این یک مرحله محدود کردن خاص مردمه مرحله دوم محدود کردن فیلتریه که شورای نگهبان به عنوان شریعت بر قوانین قرار میده بعد از 43 سال از گذشت قانون از تصویب قانون اساسی هنوز که هنوز نمایندگان مجلس تکلیفشون با فیلتر شورای نگهبان لازم شرعی مشخص نیست که الان من نماینده مجلس میخواهم قانون فلان رو تصویب کنم الان شورای نگهبان با چه فیلتری میگوید که این قانون خلاف شرعه مشخص است سالها این بحث شده هنوز هم مشخص است. اینجا دوباره از اون جاهایی که روی کردهای اقتدارگرایانه بر روی کردهای غیر اقتدارگرایانه قلبه پیدا میکنه عملا شورای نگهبان میگه اختیار مطلق در بخش اول از آن منه در بخش آخرم از آن منه بعد تا به شورای نگهبان میگیم چرا میگه قانون میگه قرار بر این بود که این قانون خواست عموم جامعه باشه کجا مردم ایران اجازه دادن که خواستشون در انتخاب نماینده اونقدری محدود بشه که بخشی از جامعه اساسا نماینده و صدایی نداشته باشه کجا چه این اختیاری داده شد؟ یعنی مردم ایران اختیار دادن به یک نهادی که آی نهاد بی زحمت لطف کنید یک کاری کنید که من انتخاب من محدود محدود باشه علال شورای نگهبان و سار نهادهای دیگه وقتی که میخوان حرف بزنن میگن چی؟ میگن ما اعمال قانون کردیم ما مر قانون رو اجرا کردیم ما مر قانون رو اجرا کردیم اما وقتی مراجعه میکنیم به فیلترهای اولیه و فیلتر ثانویه در مرحله اول و در مرحله آخر میبینیم که در مرحله اول بسیاری از ادعاها مر قانون نیست بسیاری از ادعاها تشخیصشونه تشخیص یعنی یک معیار ذهنی نه یک معیار عینی یک معیار سابجکتیو آقا شما التزام ندارید شما اعتقاد ندارید شما دیانتون برای ما احراز نشده گویا قرار ما مجلس معصومین داشت باشیم قرار ما معصومین داشت باشیم مقدر 280-90 دفعا معصوم رو اونجا قرار بدیم ببینید در شما همین رو تطبیق بدید در انتخابات ریاست جمهوری در دوره های مختلف عملا این اتفاق میفته یعنی در مرحله اول خواست مردم از ابتدا یک محدوده پیدا میکنه اون کسانی هم که انتخاب میشن واقعا نمایندگان اکثریت جامعه نیستن دغدغه هاشون با اکثریت جامعه متفاوته بعد میبینید که اکثریت ب... الا ماشاءالله س... مسئله داریم دیگه اکثریت جامعه مسئله شون آزادیه حداقل حد در فضای مجازیه آزادی های معمولیه اما دقدقه نمایندگان محدود کردن همون آزادی های نیمبندیه که ما داریم پس اصلا اراده مردم به درستی در مجلس ز... نمود پیدا نمیکنه بعد هم که نمود پیدا کرد مسوبه ای رو تصویب کردن میره در شورای نگهبان شورای نگهبان هنوز به این سوال پاسخ نداده که شما با چه فیلتری به این مصوبه نگاه میکنید و میگید خلاف شرعه الا ماشاءالله ما از این مثال ها داریم که اصلا نمایندگان بر اساس مسلحت جامعه یه قانونی رو تصویب کردن رفته شورای نگهبان محدودش کرد بنابراین ما با همین الان در قوانین عادی خودم با دو تا فیلتر مبهم مواجهیم فیلتر اولیه در ورود نماینده فیلتر دوم نحوه نظارت شورا بر مصوبات مجلس بعد به نظر میاد که اساسا خودش این هر حرف سنگینیه ولی باید بس بشه دیگه ما میخوایم در فضای عمومی نخبگان بحث کنن این حرفای ما رو نقد کنن به نظر میسته حتی شورای نگهبان به قانون اساسی ملتزام نداره در بعضی از موارد مثالهای زیادی وجود داره که بر اساس قانون اساسی موجود قانونی تصویب میشه شورای نگهبان بر اساس قانون این رو رد میکنه میگه من اینو خلاف شرع میدم ما قانونی داشتیم به اسم قانون منع شکنجه در یکی از مجالس قانون تصویب کردن منع شکنجه رفت شورای نگهبان شورای نگهبان گفتش که منع شکنجه به صورت مطلق خلاف شرعه دیگه اصلا تر از این ما ماده داریم در قانون اساسی اون گفتگوی مشهوری که بین مرحوم آقای منتظری و مرحوم آقای بهشتی و بعضی از بزرگان و حوزه مثل مشکینی بود که روشن روشنه من ارزم اینه که ما تقنین ما در مرحله ورود نماینده و در مرحله نظارت بر اون مبتلای به معیارهای ذهنیه نه معیارهای عینی خب زمانی که قانون شما ابتداعا اینگونه متولد میشه چه پیامی به بدن جامعه منتقل میکنه جامعه میگه خب این که نمانده من نبود که یه قانونی هم تصویب کرد اونم که اون اتفاق افتاد اصلا یک این بلا تکلیفی ناشی از این داستانه این چه پیامی رو به بدن یه جامعه منتقل میکنه این, بدن... این مطلب منتقل میکنه که قانون انگار چه چی مثلا کی تصویب کرده مگه نمانده ما بوده قرار بر این بود مردم از طریق نمایندگانشون قانون تصویب کنند هر وقت هم که خواستن از طریق نمایندگانشون قانون رو بردارن الان واقعا اینگونه نیست در خیلی از موارد و باید این ساختار رو ما دوباره مرتعمل قرار بدیم اگر این در مرحله نظر این اتفاق نیفتاد اون وقت در مرحله عملم التزام وجود نداره قانون آمده است برای اینکه تنظیم کنه روابط بین حاکمیت و مردم رو و اتفاقا آمده است برای اینکه دست و حاکمیت رو ببنده نه اینکه دست و مردم رو ببنده این رو میخوام بدونیم که چقدر فاصله است بین الگوی مطلوب و بین امری که در عالم خارج اتفاق افتاد اون وقت شاید متشرعین از یه نگاه غیر متشرعین از یه نگاه عرف اجتماعی از یه نگاه همه میگن واقعا وقتی که در مورد قانون صحبت میکنن این کار کیه امر فرمالیته ایه که به موقعش میشه از اون عدول پیدا کرد جناب برهانی شما به نقش شورای نگهبان اشاره کردین برخی بر این باورن که مشکل حاکمیت قانون در ایران رو میشه در واقع به دلیل استقرار شریعت در قوانین تعبیرش کرد به این معنی که زمانی که قرار باشه که حقوق قوانین یک کشوری محتنی بر حقوق طبیعی باشه این قوانین در گذر زمان زمانی که ناعادلانه تشخیص داده میشه تغییر میکنه بر مبنای آرای عمومی ولی اگر قرار باشه که مفتنی بر شرا... شریعت این قوانین تدوین بشه به هر حال فرصتی فراهم میشه برای اینکه نوعی از تفسیر که به قول شما اقتدارگرایانه تره بر تفاسیر دیگه غلبه پیدا کنه و شریعت رو برای مردم سخت کنه از استقرار شریعت در قوانین چطور میشه دفاع کرد؟ این مسئله مسئله این تیکه از دنیاست یک واقعیتیه که بقیه دنیا این مسئله رو مثل ما ندارن بقیه دنیا میگن خاص مردم خاص مردم هم که داستانش تمام مشخصه مردم یه چیزی رو میخوان اونم میاد در قانون اما در این بخش از دنیا یعنی ایران باشه عراق باشه افغانستان باشه حوزه خلیج فارس باشه همیشه ما دو تا دستگاه داریم دو تا دستگاه قدرتمند داریم برای تقنین یک بخشیش میشود خواست مردم خواست اکثریت جامعه یک بخشیش میشود خواست شریعت خواست دین و امثال زالک این دو تا دستگاه رو خب سالها دارن می جنگن با هم از زمان مشروطه می جنگن چرا خوب اناد بفرمایید ببینید عرض کردم ما دو تا دوگانه داریم دوگانه اول خواست مردم و اقتدارگرایی دوگانه دوم حالا که خواست مردم شد بعد از اینکه ما خواست مردم رو پذیرفتیم چجوری خواست مردم رو با شریعت جمع کنیم اگر ما تو مرحله اول به این نقطه رسیدیم که آقا بحث ما ما دعوای فرمان و خواست مردم نداریم خواست مردمه پس فرمان حاکم نداریم خواست مردم حالا که این خواست آمد از طرف دیگه میخواد چیکار کنه میخواد با شریعت جمع بشه قبول دارم شاید بخشی از مشکلات ما آن است که ما نتونستیم به درستی نسبت این دو رو برقرار کنه یعنی هم تو بخش اول مشکل هم تو بخش دوم یعنی چی؟ یعنی الان خواست مردم میخواد جریان پیدا کنه از اون طرف یه چیزی به نام شریعت هم داریم چطور این تا با هم جمع بشه؟ همینجا ما دوباره مفتلا میشیم به تفاصیل مختلف تفاصیل دموکراتیک، تفاصیل اقتدارگرایانه متاسفانه سالهای ساله سالهای ساله ما دو گروه داریم که این دو گروه کوتاه نمیان فقه ستیزان مردم ستیزان اونایی میکن خواست مردم هیچ توجهی نمیکنن به فقه و شریعت و اونایی که میگن فقه و شریعت و میگن مردم بخوان یا مردم نخوان تلاش برای پیدا کردن راه سوم در این میانه بسیار مهمه ما باید قبول کنیم نمیتوان خاص مردم رو حذف کرد کما این که باید این رو قبول کنیم که نمیتوان شریعت رو از حیات اجتماعی ایرانیان حذف کرد اگر رسیدیم به این که حذف ممکن نیست اون وقت فکر میکنیم که نحوه جمع میان خاص مردم و شریعت چگونه باشه اکس که ملائمت و همراهی این دو حد اکثر باشه و تضادشون به حد اقل ممکن برسه الان ما متاسفانه چنین چیزی باش مواجه نیستیم دیگه یعنی اساسا خاص مردم میاد پشت یک صدی میسته که اون صد ادعای شریعت میکنه میگه نه این اجازه نمیده خلاف شرعه در که این گونه نیست من مدتی قبل مطلبی رو نوشتم و اون مطلب رو ادعای من این بود که این مطلب دموکراتیک ترین تفسیریه که میتوان از نسبت بین خاص مردم و اراده و شریعت بیان کرد و اون اینه که همه جا باید خاص مردم ساری و جاری باشه در همه امور جایی که شریعت چون میدونید که شریعت برخلاف تلقی اکثریت جامعه در شریعت وجود حکم الزامی امر استثنائیه یعنی اصل حق حکم استثناست سه تا حوزه رو جدا کنیم از هم سه تا حوزه رو از هم جدا کنیم یک حوزه ای که شریعت درش بیانی نداره اصطلاح آقایون میگه این منطقه الفراقه اینجا خاص مردم هرچی که خواستن ساری و جاری میشه دوم شریعت درش نظر داره اما شما میدونیم ما با یک شریعت که مواجه نیستیم ما با فقه ها مواجهیم استنباط های مختلف افراد جامعه خب در اینجا چه کنیم؟ به نظر ما بر اساس مبانی نظام حقوقی ایران هر فتوایی رو که اکثریت مردم قبول کردن وارد قانون میشه هر فتوایی دیگه شورای نگهبان نمیتونه بگه که این برخلاف فتوای من خوب برخلاف فتوای شما باشه منطبق بر فتوای یکی دیگه است مگه ملت ایران مقلد شما م... نظر فلان فقیه رو من قانون گذار دوستان وارد قانون کنم تو نمیتونی بگی خلاف شرعه که میمونی یک جا که خاص عموم مردم محدودیت پیدا میکنه کجا؟ اون موارد محدودی که همه فقها ها اتفاق نظر دارن در ممنوعیتش همه فقها ها اتفاق نظر دارن اون هم شاید طبق نظر بعضی از بزرگان میفرمودن چهار درصد از فقه اینجوریه اون وقت شما هر موضوعی که الان در ذهن شریف شما باشه میبینیم که در این تکس، در این اختیاری که مردم در انتخاب دارن نظرشون جریان پیدا میکنه همونی که بعضی از بزرگان حوزه نجف اصطلاح ثابتات شریعت رو به کار برنن فقط خواست مردم زمانی که با ثابتات شریعت درگیر بشود میشه محدودش کرد بقیهش هرچی که مردم اکثریت مردم انتخاب کرد از طریق نمایندگانشون ببینید این میشه دموکراتیک ترین تفسیری که برای خاص مردمه تا شما بیاریدش در مزیق ترین تفاسیر اقتدارگرایانه که هم خاص رو محدود کنم هم اراده اونایی که توش رو محدود کنم هم فیلترش رو محدود کنم بعد اون وقت یه قانونی خارج میشه میبینیم اصلا قانون نسبتی با خواست مردم نداره دوباره اینجا ما درگیریم در جنگ تفاسیر متاسفانه اتفاقی که افتاد این بود بخش عمده ای از اندیشمندان جامعه ما روشنفکران جامعه ما نیومدن تلاش کنن ملائمت میان این دو دستگاه رو برقرار کنن اینها تلاش کردن طرف مقابل رو حس کنن طرف مقابل هم تلاش کرد اینها رو حس کنن الالقاعده اونی که زور دستشه قدرت بر هست پیدا میکنه من عرضم اینه که ما سالهاست در این دوتا دوگانه گیر کردیم دوگانه اقتدا... فرمان و خاص مردم در مرحله بعد دوگانه خاص مردم و شریعت بخشش مباحث تئوریک دیگه اگر این مواز تئوریک حل بشه اون وقت مطالبه اجتماعی هم معنا پیدا میکنه اون وقت ما میدونیم دنبال چی هستیم و الا 134 ساله ظاهرا ما در بحث قانون روی ترد میلیم ما خیلی تغییری نکردیم همینجوری داریم یه جایی میچرخیم بعد میگیم قانون تا میگیم قانون یه عده که میگن که اصلا التزام به قانون معنا نداره یه عده دیگه میگن که قانون که اعتباره قانون که حکم خدا نیست که یه اعتباره عملا نه از لحاظ تئوریک ما داستان رو حل کردیم و نه از لحاظ عملی تونستیم داستان رو حل کنیم ما با فقه مواجه نیستیم ما با فق ها مواجهیم در همین فق ها فتاوای مختلف وجود تلقی عمومی مردم از فقه یک امر ثابت لا تغییر نه فقه فق استنباطات روشمند فقهاست در موضوعات مختلف حالا کدام فقه وارد قانون بشه به نظر ما باید به انتخاب مردم باشه مردم دوست دارن این مصوبه رو داشته باشه این مصوبه منطبق بر از این فقه ها هست یا نیست میگه بله خب دیگه نمیتونه خلاف شرع ما هنوز این مسئله نتوسیم حل کنیم آقای دکتر به دوگانه شریعت باوران و روشنفکران اشاره کردید که با هم همواره در ستیز بودند و در دوره های مختلف تاریخی در ایران یک گروهی و گروه دیگه غلبه کردند با توجه به اینکه الان در حال حاضر شریعت باوران در قدرت مستقر هستند و گروه مخالفشون در واقع روشن فکران هستند بنیه هر دو گروه رو برای مصالحه چطور ارزیابی میکنید زمینه فراهم هست که اینها با هم بتونن کنار بیان در شرایط فعلی ببینید هر دو جریان یک تیفن یعنی اساسا ما نمیتونیم بگیم که این فقه باوران اینان شر عرف گرایان و روشن فکران اینها اینها تیفن از اقتدارگرایان ترین تفسیر ما در شریعت داریم تا دموکراتیک ترین ها در میان روشنفکرانم از روی کردهای ضد شرعی و لایک داریم تا سکولارهایی که یک اشتراکات زیادی دارن اینا طیفن چون اینا دو تا طیف مختلفن باید ببینیم که در طول زمان چه نسبتی رو با هم برقرار میکنند یعنی بخشی از شریعت باوران میرسند به این که باید تفاسیر دموکراتیک و تفاسیری که جایگاه به نظر مردم میده رو برجسته کنیم اینها تبدیل بشن به یک جریان از تو دل این مطلب از طیف مقابل هم بخشی قبول کنن که آقا ما میتونیم دقدقه های خودمون رو در آزادی های اجتماعی در حقوق اقلیت ها در حقوق زنان در حقوق سیاسی و اجتماعی از ظرفیت های شریعت هم استفاده کنیم این جنگ میان این دو فکر مختلف هیچ حاصلی برای طرفین نداره جز محدود کردن اراده ملی و جز دینگوریزی برای اجتماع یعنی اگر شما تقنینی رو اووردید در جامعه که این تقنین نسبتی رو با خواست مردم برقرار نکرد و هر جایی که مردم میخواستن تکون بخورن یه صدی به نام شریعت گذاشت جلوشون این سمرش فقط نیست که خاص مردم محدود میشه بله خاص مردم محدود میشه اما دینگوریزی هم میشه یعنی طرف میگه عجب و پس ما هر بدبختی داریم و شریعت داریم اصلا از ریشه نخواستیمش ببینید وقتی فضا رادیکال میشه اینه دیگه این تیفی نگاه نمیکنن صفر و صدی نگاه میکنن میگه یا شریعت رو قبول کن همه این محدودیت رو تو حلقت میکنیم آقا کی گفته که شریعت یعنی این هزار تا یکی هم کم بشه 999 رو قبول نمی نه دیگه تو دیگه, تو دیگه بیدینی از طرف دیگه به روشن فکرها و عرفگرایان روشن فکرها نگاه میکنیم میگن یک دونه از اینا پاش نواد تو قانون بذار آقا مگه لجبازی داریم ما با هم دیگه دو تا تیفن کی به فرجام میرسن این دو تا تیف زمانی که نقاط مشترک میان اندیشمندان این دو طیف بر هم منطبق بشه و یک اکثریت معقول ایجاد بشه که این اکثریت معقول در پی این باشه که هم دغدغه های شریعت گرایان رو قبول کنه هم خواست مردم رو که این اتفاق میفته من نمیدونم هرچند خودم نا آرزو که بر جوانان عیب نیست که من امیدوارم اتفاق بیفته اما با این فضای فکری که من در جامعه دارم نگاه میکنم این اتفاق خیلی کم رنگه چرا کم رنگه چون انقدر در این طیف شریعت گرایان یه سری کتوله صداشون رو بلند کردن به عنوان نماینده شریعت گرایان که بزرگانی از حوزه بزرگانی از اساطیر دراز اول و حوزه جرأت نمیکنن حرف بزنن از این طرف هم یک طوری با برچسب به شریعت گرایان نگاه میکنن که طرف میگه آقا اصلا به اینا نزدیک بشن من لیبل بیدینی میخورم اگر بخوایم واقعا به یه نقطه مشترکی برسیم با همدیگه باید فضای گفتگو رو فراهم کنیم برچسب ها رو بذاریم کنار برسیم به نقاط مشترک من خودم تو بعضی از تحقیقاتی که کردم دیدم که بس قریب به اتفاق نمیخوام بگم همه بسیاری از دقدقه های امروز جوانان اقلیت ها زنان بسیاری از اینها رو میتوان در عین حفظ شریعت در داخل شریعت پیگیری کرد و مطلوب ها رو فراهم کرد تو امور مختلف این اتفاق میفته بله فله ای بگیم آقا حقوق زنان با شریعت سازگاری نداره یا با شریعت بجنگیم اونورم بگه هر کی گفت حقوق زنان میزنم تو دهنش دهنش رو خورد میکنم این مشخص فمینیسته اصلا بعضی حساسیت دارن تو مملکت ما کهیر میزنن تا میگیم حقوق مردم کهیر میزنن برای چی کهیر میزنید آقا تا میگیم آزادی میگه آه آها منظورشون عیاشی و لنگاری کی ربطی داره من ارزمینه اینه تا زمانی که این فضای گفتگو فراهم نشه همه بیان آوردهشون رو بیارن به میدان حاکمیت هم پاش و بیزحمت از خرخره اندیشمندان برداره دیگه کسی که حالا یه اد... همم که ماشاءالله حساسم به اینکه آ این یه حرفی زد این حرف داره مشخص کجا داره میزنه آقا بعد هر اگه مرد میدانی باید حرف بزنیم استدلال کنیم استدلالم پاسخ بدیم این وسط هم یک مقداری لط کنه دادستانی هم یه مقداری کوتاه بیاد اگر کسی مثلا در مورد قانون و حقوق حرف زد چپ و راست نرن و بیان تو دادسراها بعد اون وقت این دو تیف یک جای به نقطه مشترک میزن اگر این اتفاق نیفته اگر این اتفاق نیفته به مرور یک دوگانه بر دوگانه دیگر غلبه میکنه دوباره این سیکل باطل شروع میشه دوگانه بعدی بر این دوگانه غلبه پیدا میکنه اشتباهی که در دوره پهلوی شد چی شد؟ پهلوی یه دوم زمانی توجه نکرد که ما دو تا دستگاه بزرگ داریم دستگاه عرف و دستگاه شریعت کما اینکه در یک گام قبل توجه نکرد ما خاص مردم داریم و اراده حاکم این دوگانه رو توجه نکرد اون وقت پیشرفت پیشرفتهایی که در عرصه صنعت و اقتصاد و رفاه داشت یک مرتبه خاست عمومی در برابر تمام آوردههایی که داشت قیام کرد و سیستم رو منحل کرد اگر مردم دیدن که صدایی در حاکمیت دارن اگه مردم دیدن که واقعا بخشی از حاکمیت نماینده اونهاست مگه مریضن که بیان کف خیابون بلوارا بندازن این که آینده رو چه میبینیم آینده را آینده مشخص کنه ولی من امیدوارم که طرفین این, این جریان در بخشی از مطالباتشون به یک همفضایی برسن طرفین بی... بگن آقا جون این بخش این بخش ما عرفگرایان و روشنفکرانه و شریعت باورانه بیان شروع کنن این نقاط مشترک رو هم افزایی کنن هم افزایی کنن بله حتما رو ده درصد با هم اختلاف دارن حالا مثلا دعوای ما سر ده درصده نود درصد مسائل رو حل کنیم بسیاری از این امور که الان مسئله جامعه ماست حقوق مردم، آزادی های مردم، مالکیت مردم، حقوق اقلیت ها، حقوق زنان همه اینها قابل حل و فصله شما همین رو منطبق کنید بر امور مختلف تا فتوا داریم آقا بفرما آقای روشن فکرها دغدغه میگه دغدغه من مثلا این حقوقه میگم آقا شریعت باوران شما فتواهای متکثر دادید بله اون فتوا رو وارد قانون کنید که اتفاق نظر داشت او هم این به این توجه کنه یعنی جریان عرف کردن خب یه چیزی رو نگم که دیگه قطعا خلاف مطلق شریعت شما همین بحثو در امور مختلف بیارید از خانندگی زنان شروع کنید به بس تا چه میدونم همین چیزه که الان مطرحه دیگه حجاب الزامی و نمیدونم به زن و به کوبهایی که الان در جامعه باش مواجهیم قرار شد این دوتای نه اینکه قرار نیست ما با قلدوری داستان رو حل کنیم آقا نظر ما اینه فلان اه... کمیته فلان جا تشکیل شده ما میخوایم اینجوری برخورد ما اینجوری برخورد کنیم آقا اصلا کی گفته شما چه حقی رو دارید مردم این حق رو دارن ببینید بخشی متاسفانه بخشی از حاکمیت به این توجه نمیکنه ببینید قبول دارم یه فرمای شما کردید که چطور میشه پس شریعت و قانون یکی از اشتباهات قانون گرایی و قانون گریزی تلقی بعضی از افراده تصور نمیکنن یادشون رفته که اینها وکلاء ملتن اینها نماینده میرن یا نه خیر ما نماینده شریعتیم چون ما نماینده شریعتیم یه چیزی رو تحمیل میکنیم ولو خواست عمومی رو مطالبه نکرده باشه ولو برخلاف خواست عمومی باشه دیگه در این قضایا که در بعضی از اون که قطعا مردم میتونن نظر مردم خیلی راحت قابل استحصاله مراجعه کنیم به نظر مردم بس بر سر اینکه نظر مردم رو بشناسیم با این جمعش کنیم این که شما میفرمایید که شما آینده رو چطور میبینید آینده بستگی داره به این که این دو طیف چه مقداری با هم دیگه انتباق پیدا کنه اگر بخش قابل توجهی از طیف الف با طیف پ در یک نقاط مشترکی به توافق برسن چین امیدی وجود الا اگر هر کدوم بخوان ساز خودشونو بکشن صفر و صدی نگاه کنن همه یاهیش نگاه کنن این کمیت ما میلنگ تا بله تا روز قیامت همیشه گیر این وضعیت برگردیم به سوال اولیه شما چرا قانون هنوز داریم ازش دم میزنیم برای اینکه از یک طرف حکران رو بیدار کنیم که اگر شما از خاص مردم فاصله گرفتید قانونتون دیگه قانون نیست این قانون رو مشروعیت اجتماعی نداره اگر از خاص عموم فاصله گرفتید قانونتون مشروعیت اجتماعی نداره یعنی مردم این قانون قبول نمی کنن. از طرف دیگه وقتی که مردم این قانون رو قبول نکردن قانون هم اجرا نمیشه خود حکرانی هم به این قانون عمل نمی کنه به همین خاطر الان دوباره بر گنیم به نقطه اول که الان با قانون چه کرد؟ الان چرا ما امای مای قانون رو داریم؟ برای این که ما پیش های تولید یک قانون خوب قانونی که التزام مردم و حکمرانه ها رو در پی داشته باشه به صورت کامل در نظام سیاسی ما فراهم نیست به همین خاطر اساسا به نظر من قانون به صورت یک موجود نارس متولد میشه که به مرور این موجود نارس رو ما بد بزرگ میکنیم و تربیت میکنیم آخر هم با یک واقعیت مواجهیم که هم قانونه هم قانون نیست قانونه اما شرایط قانون رو نداره قانونه اما التزام نداره قانونه دست و پای حاکمیت رو نمیبنده بعدم هر وقت که خواستن از عبور میکنن پس اون سوال اولی دقیق شما این بود که چرا هنوز مسئله ما در داستان قانون حل نشده برای اینکه پیش شرط های تولد یک قانون خوب رو ما فراهم نکردیم چون قانون درست متولد نشد التزام حکومت و التزام مردم هم منتفی میشه به همین خاطر 140 سال ما کماکان هنوز میگیم که قانون باشه نباشه چه شرایطی داشته باشه میتونی عبور کنیم اصلا فایده داره قانون یا فایده نداره امیدواریم این سالا سالهای آخری باشه که بعد از 1450 سال دوباره داریم سوالای اولیه قبل از مشروطه در دوره ناصری و مطرح میکنیم و امیدواریم دیگه مثلا الان که سال 1402 دیگه مثلا 1410 1420 1480 نیاد 1502 دوباره بشینیم قانون چی شد؟ حالا قانون رو ما چیکار کنیم امیدواریم اتفاق نیفته و اون دو سر طیف تو نقاط مشترک به هم برسن و برگردیم به خاص مردم و موانع خاص مردم ان شاء